بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد خدمت شما بینندگان عزیز و گرامی تلویزیون جهانی هادی سلام عرض میکنم امیدوارم هر جایی که هستید خوب و خوش و خرم باشید شما بیننده به وقت بیداری به طور زنده و مستقیم هستید امشب در خدمت کارشناس محترم چهره آشنای بارها در تلویزیون جهانی هادی شما دیدید و ما مختلف ایشان پخش کردیم عالم دین و چهره فعال فرهنگ اجتماعی حجت الاسلام المسلمین فصیح غزنوی هستیم اجازه بدین سلام علیکم خدمت ایشان عرض کنیم و بحث امشب و شروع میکنیم جناب استاد فصیح غزنوی سلام علیکم بسیار بسیار خوش آمدید به برنامه خودتان سلام علیکم و رحمت الله بسم الله الرحمن الرحیم خدمت حضرت عالی و بینندگان گرامی سلام عرض میکنم و امیدوارم مرحبا. که خداوند به ما توفیق بده که خدمتگزار شما و مردم خوب خودمان باش. الله آمین سباس هستم هست از خانواده شما از فامیل شما از قریه و منطقه شما ایده یا کسانی رفتن و امروز و فردا به عنوان حاجی برمیگردن و شما به استقبالشون میرین شما چه توقعی از ای آدم دارید؟ ایره موضوع گفتگوی امشب ما قرار دادیم با موضوع دستا راهکارهای حفظ دستاوردها و برکات حج اجازه بدین که همین سوال از خدمت کارشناس محترم حاج آقای فصیحی غزنوی بپرسم و شما هم که تا پایان بحث ما را همراهی میکنید بله جناب آقای فصیحی غزنوی حج و سفر حج سفر بسیار دلچسبی هست چی کسایی که رفتن و مشتاقتر شدن و چی اونایی که هنوز به آرزو نرسیدن و امید دارن که در طول عمرشان حداقل خداوند یک بار این مسافرت روزی و نصیبشان بکنه اما سوال مهم اینجاست که اصلا حج برای چی انجام میشه و هر مسلمانی در طول سال در صورت استطاعت بهش فرض است که باید بره به این سفر و یک سری اعمال انجام بده و وقتی هم که انجام داد چه دستاوردی داره بسم الله الرحمن الرحیم همون گونه که فرمودید حج یکی از عبادات مهم اسلامی و از ارکان اسلام هست بله همون گونه که نماز جمعه عبادی و سیاسی هست درست مناسک حج و اعمال حج و اساسا حاجی شدن مناسکش عبادی سیاسی و اقتصادی هست عجب. بود اقتصادی هم در هش هست و بود سیاسی و بود عبادش که مناسک مخصوصی داره مشخصه دوست. اما ای را باید این باید اینطوری سوال بکنیم با اجازه تان بله فهم. که قبل از که ما راهکارهای حفظ برکات حج را بله. مورد بررسی قرار بدیم اول بررسی کنیم که چی برکاتی داشته حج و داره ما سوالم دقیقا همین بود او, او که عرض کردم عنوان برنامه ای ما هست ان شاء به این سوال در ادامه خواهیم رسید بله بله. فعلا شما اگر بفرمایید که این سفری که همون با سفارش شدیم چه برکاتی برای ما چی داره چه داره, داره؟ بله و حتما برای بینندگان گرامی همین سوال مطرح خواهد بود که بله. خب رفتن به حج چی برکت و چی دستاوردی زمان گذاشتن مثلا وقت انسان به یک سفر تجاری میره خود دستاوردش کاملا اقتصادیه یا به یک سفر عبادی صرف میره دستاوردش معنوی و عبادیه در مکه معظمه و در مناسک حج ابعاد مختلفی از برکات داره درست. یکی از برکات حج رشد و آگاهی و معرفت انسانه نسبت به احکام اسلامی و نسبت به تاریخ اسلام درست ببینید اعمال حج خدا انشاءالله قسمت بکند حاجیانی که رفتن میدانن الان حاضر و ذهنن که چقدر مسائل عبادی و احکام فقهی در مسئله هج وجود دارد حالا قطع نظر از دستوارتهای دیگه خود همین معرفت و آشنایی به احکام اسلامی بسیاری از احکام اسلامی را یک حاجی باید یاد بگیره درست مهمترین یادگیری احکام اسلامی غیر از اعمال مخصوص قبل از او باید خمس و زکاتش را باید پرداخت بکنه با مال حلال استفاده با مال حلال بره باید ادای دین بکنه حلالیت به طلب اینا مسائلیه که خب علمای اعلام روحانیون کاروانها برای حاجیان گفتن و حاجیان قطعا آگاهی دارن بله وقتی در مکه معظمه و مدینه منوره بعد از حج یا قبل از حج شرفیاب میشود حاجی اونجا دیگه تاریخ اسلام باید یک بار مرور میکنه مستند باید مرور بکنه خب ما شنیدیم جنگ خندق باید خندق ببینه جنگ اهود باید باید کوی اهود را برن ببینن و با همینطور با زیارتگاه و زیارتگاه حمزه سید الشهدا حمزه سید الشهدا و, و بسیاری از جای همچنین در مکه مکرمه بله. که در اونجا خانه‌ای که پیامبر در اون متولد شده شعبی عبی طالب قبرستان معلا بله. که بسیاری از بزرگان ابو طالب خدیجه همسر پیامبر گرامی اسلام و شخصیت های بزرگ صدر اسلام در اونجا مدفونه اینها را از نزدیک مشاهده میکنند برست. یعنی با وجود همه تغییر و تحولات بر اثر ساخت و سازها و گسترش حریم کعبه و مدینه و منوره باز هم یک های مستند هست که آگاهی های تاریخی مسلمان خصوصا در خود مکه در غار حرا رفتن غار ثور رفتن اینها مکان هایی است که هنوز دست نخورده خصوصا غار حرا و غار ثور این تجربه بسیار ناب است جناب استاد که آدم خود در یک مکانی ببینه که در اونجا پیامبر نفس کشیده در اونجا پیامبر قدم زده در اونجا عزیزان پیامبر و مسلمان های صدر اسلام اونها اونجا یک بار تاریخ بر. اسلام برای انسان در ذهن انسان مرور میشه و از نزدیک میشه. و حسی و فیزیکی انسان لمس میکنه برد. تاریخ اسلام را این یک دستاورد دستاورد دوم پاکی از گناه و آلودگی این خیلی مهمه و در روایات معتبر ما داریم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که کسی که حجش مبرور باشه دیگه جزای او پاداش او سوابش جز بهشت چیز دیگری یعنی نیست. بخشیده میشه بخشیده بلکت میشه برکت حج گناهان گناهان یک حاجی بخشیده میشه و باید انسان به این باور برسه که حج ما انشاءالله مورد قبول پروردگار واقع شده به تعبیر روایات مثل کسی میمانه که تازه از مادر به دنیا آمده متولد شده و به دنیا آمده و یک کم دستاوردی نیست درست. که انسانی عجول گرفتار مادیات و خب چی بسا در جامعه در روابط اجتماعی برخوردهای اجتماعی مسائل زیادی که خب همه ما شما درگیر این مسائل هستیم بقید. و برود حجش مبرور باشه و مقبول پروردگار قرار بگیره از آلودگی های گناه پاک شود این بالاترین دستاوردیه که یک حاجی برای خودش کمایی میکنه. درست رسیدن به بهشت این یکی از دستاوردهای دیگری همون گونه که عرض کردم پیامبر اکرم صلوات الله علیه میفرمایه: الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه این روایت معتبریه حج مبرور حج مورد قبول پروردگار جزایش جز به هیچ چیزی دیگری نیست به این باور برسه و تلاشش این باشه که این رسیدن به بهشت را به دست بیاوره یعنی این دستاورده بسیار مهمیه بله. افزایش ایمان و باور به ارزش های دینی خب زنگاری که در وطن و در جای خود ما در شهر ما در محل ما زنگار گنا قلب ما را آلوده کرد بر سر روزمرگی ها باور مستان. ما را کم رنگ کردن نسبت به ارزش های دینی بله وقتی یک حاجی میره در حج باورهایش نسبت به ارزش های دینی افزایش پیدا میکنه یعنی یک بار عقایدش باورهایش زنده میشه این خیلی دستاورد مهمیه که هر یک از اینا را که اگر بخوایی خب بحث مفصلی لازم داره قطعا به صرف اشاره انشاءالله بینندگان گرامی و فهیم ما مطالب را قطعا درک میکنن درست. رسیدن به آرامش روحی و روانی یکی دیگر از دستاوردهای حجه خب در دنیایی که ما گرفتاریم از لحاظ روحی و روانی دچار مشکلیم عواملی که روح و روان ما را ساییده است ما را به پرتگاه روحی رسانده است آرامش روحی را از ما سلب کرده است امروزه خب در اطرافمان در جوامع اگر نگاه بکنیم قطعا نه آسایشی برای مردم باقی مانده و نه آرامشی زندگی ها ماشینی شده تنها راهی که انسان به آرامش روحی و روانی میرسه کجای حج و اعمال حج الا به ذکر الله تطمین نل... القلوب بسیار خب آز... اونجا لحظه لحظه ذکر خداست جناب فسیح غزنوی بزرگوار در این بخش وقتی ما تمام شده و همراه با بینندگان اجازه بدین که یک میان برنامه کتایی رو میبینیم و باز بر میگردیم ادامه بحث دعوت میکنم با دیدن میان برنامه امشده انسان امروز قوتور در مدرنته و زندگی ماشینی و گرفتار در شهرهای بزرگ و پر ازدهام آرامش است و موسمهای چون حج و اربعین فرصت است بسیار بسیار طلایی برای دوری از زندگی های روزمره و از روزمرگی ها و دل به آرامش و معنویت سپردن امام باقر هم چیزی با فرمودن که بزرگترین دستاورد حج همین آرامش هست همون قسمه که اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه بحث خب جناب آجای فسیق غزنی شما و بخشی از برکات و دستاوردهای حج اشاره فرمودید که یک مسلمان وقتی که پا به سرزمین نگذاره به سرزمین وحی به سرزمین مقدس شما در واقع نمونه از خروار رو فرمودید نعم. فرصت اندک است وگرنه مطالب بیشتری رو در زمینه فراهم کرده بودید خب این دستاوردها و ای برکات خب کسی میره به اون سرزمین زحمت میکشه اعمال انجام میته در یک مدتی برصورت در سفر مکه و بعدش در مدینه یا قبلش مدینه و بعدش مکه اینجا با کولبار از معنویت و دستاورد و برکات برمیگرده از او سرزمین جدا میشه و برمیگرده به کشور خودش به منطقه خودش به قشلاق و روستای خودش به شهر خودش خب چه قسمی این حالت و این وضعیت حفظ کنه جناب استاد بله همون گونه که شد حج برکات زیادی داره بله. حاجی دست پر آمده در منزل رسیده بله دوباره به مشغول کارهای عادی شده بله چگونه اون دستاوردهایی را که به دست آورده حفظ بکنه چی راهکاری داره دو گونه راهکار را علما و بزرگان برای حاجیان برگشته از حج ذکر کرده بله یکی راهکار فکری و معنوی دوم راهکار عملی راهکار فکری و معنوی که اون دستاوردها را با راهکار فکری و عملی ما حفظ بکنیم و نگه داریم خیلی زود از دست ندهیم خوب. یکی تفکر در جایگاه انسان در عالم هستی است یکی از مهمترین راهکار فکری و معنوی اینه که خوب الان که برگشته به اصطلاح به متکا تکیزده به خانهت رسیده دمت راست شده قطعا باید فکر بکنی که خداوند این بنده ناچیز را چقدر در این جهان هستی برایش اهمیت قائله گل سرسبد هستی و موجودات انسانه که خداوند ای را مهمان خودش ساخته با کولباری از هدایا به خانه برگشته بله. باید تفکر بکنه به جایگاه انسانی خودش در عالم هستی اگر انسان تفکر بکنه که به تعبیر امام علی علیه السلام اتز امو انک جرمون سغیرون و فی کنت و العالم الاکبر فکر نکن که یک جرمی کوچیک کوچیکی هستی ده. در تو جهانی تعبیه شده است هست. لذا انسان اگر فکر بکنه که خداوند این نعمت بزرگ را یعنی حج را برای ما عنایت کرده در این عالم هستی من پس خیلی مقرب پروردگار هستم برای خودش بباله این یکی از راهکارهایه یعنی همیشه تفکر بکنه که من یکی از موجودات جهان هستی هستم به نام انسان که خداوند مرا دوست دارد و مورد توجه و عنایت قرار داده این یک آه. راه کاری فکری تفکر درباره دستاوردهای مناسک حج ان الله خدا قسمت کند اونهایی که نرفتن اونهایی که رفتن میدانند که مناسک حج یک دوره فشرده ایه که جنبه عملی داره جنبه فکری داره نظم داره دسیپلین داره لحظه لحظهش حساب شده وقتی احرام میبندی چی اعمالی را باید انجام بده چی اعمالی را چی کارهایی را نباید انجام بده اینها مسائلی که باید الان که آمدی را حد در خانه نشستی باید فکر بکنی فکر بکنی که نظم اگر در تواف خانه خدا بازویت صورتت از خانه خدا بگرده توافت باطل میشه بله. اینه که حاجی ها میدونن درست مثل اینکه در نوال نماز آدم رو از قبله برگرده احسن همینطور اگر تواف رو کم انجام بده به جای هفت تواف بگه خب من پنج تا تواف انجام بدهیم قطعا اعمالت باطل میشه خب روی این قسمت ها باید توجه بکنید عبودیت اینجا تمرین میشه تمرین میشه و نظم در حقیقت اصلا نظم زندگی باست. اگر توجه بکنیم ما به مناسک حج که نظم در مناسک حج چقدر مهمه در زندگی خود دارای نظم میشیم این که صبح باید بلند شویم نماز را بخوانیم که ما مسلمانیم نماز را باید به بیاوریم بعد چه کار بکنیم برنامه ریزی بکنیم مدیریت بکنیم زمان خود را این خیلی مهمه که در حج لحظه لحظه حج در حقیقت نظم و دسپلین زمان هست تقسیم اوقات بسیار تقسیم. دقیقی داره که حاجی اگه بخواه اعمالش درست انجام بده باید با طبق همه تقسیم اوقات در... وقوفی در عرفات وقوفی در مشعر الحرام سنگ زدن اقوف در منا بعد دوباره برگشتن همه اینها زمان خاصی خودش زمان خاصیت یک تمرین نظم درست. قطع نظر از اینکه یک واجب الهی را انجام دادیم مناسک حج در حقیقت یک نظم را ما اینجا تجربه میکنم. تجربه کردیم و آزمایش کردیم توجه به احترام موقعیت اجتماعی حاجی فکر بکنه توجه بکنه که الان مردم مگه حاجی گاهن در بین مردم ما مرسومه که حاجی مردم عادی اونایی که حج نرفتن دستشان را میبوسن احترام خاصی قایم یک مقام بالایی پیدا کرده و یک احترام خاصی در جامعه برایش ارزانی شده و عنایت شده باید به این توجه بکنه این خیلی دستاورد مهمیه که توجه مردم عنایت مردم دید مردم نسبت به بنده دید مثبت شده و برکت امی حج و برکت حج باید این دستاورد را روش فکر بکنه یعنی راهکار درست حفظ دستاوردهای حج اینه که ما رو این اگر فکر بکنیم بعد دیگه به اصطلاح حج خوده باطل نمی کنیم یک نوع خودشناسی است دیگه خودشنا. من تغییر کردیم از او منی که قبل از سفر حج با منی بعد از سفر حج فرق کردیم و پس جایگاه اجتماعی هم فرق کرده پس رفتار ما باید متناسب با همین جایگاه اجتماعی فعلی حاجی که دکاندار هست حالا ساده تر از بکنم خدمت بله بینندگان گرامی قبل از حج اگر کم فروشی می الان که برگشته حاجی شده دیگر کم فروشی نکنه موقعیت اجتماعی پیدا باید. کرده، نکنه خدای نخواسته مردم عادی بگه حاجی که به حج برگشته اشده شده، مار بوده, مار بوده رفته اجده. و برگشته اشده ها شده اینگونه خدای نخواسته نباشد موقعیت اجتماعی خود را که جایگاه اجتماعی که در جامعه پیدا کرده اون موقعیت رویش فکر بکنه و توجه بکنه درست. این به نظر من بالاترین دستاورد هست در تعامل اجتماعی و در روابط اجتماعی که خب ما با مردم میخوایم زندگی کنیم الان که مردم مرا احترام میکنه ما هم روی این احترام و این موقعیت فکر بکنیم و حساب کار دستمان بیاید آه. که مردم بی جهت ما را احترام نمیکنه احترام میکنه که ما رفتیم حاجی شدیم حاجی دروغ نمیگوید حاجی غیبت نمی کند حاجی تهمت نمی زند حاجی مال مردم نمی خورد و همه اینها که الا الله هست در مسائل اجتماعی و اخلاقی توجه به این موقعیت بکنیم که من الان در یک موقعیت دیگر قرار گرفتم من حاجی شدم لذا باید این موقعیت حفظ بکنم این بالاترین مسئله است، راهکاری است مهمترین راهکاری است که اگر انسان توجه به موقعیت اجتماعی خود بکنه این به اصطلاح راهکاری فکریه دوست. فکر بکنه که این موقعیت خدا به من داده این موقعیت را باید حفظ بکنیم بله فضای معنوی حج اینم مهمه خود در با همه زرق و برق هایی که در مکه معظمه و مدینه منوره متاسفانه بعضا عمدن به وجود آوردن تا معنویت و فضای معنوی این دو مکان مقدس را کم رنگ بسازند باز هم معنویت خود داره شما قصر و که روی خانه خدا نصب شده تنها همون برجکی که ساعت در اون نصب است چهل و چند تون وزن دارد که در روز از دورترین نقطه شهر مکه ساعت را انسان میبینه ساعت چنده شب یک رنگ داره صبح رنگ دیگر وقتی آفتاب بالا می آید رنگ دیگر پیدا میکنه با. خب این برای اینه که تحت شعا قرار بده اون خانه چارگوشه ای که قرار گرفته خب مسلط بر خانه خدا ولی خانه خدا اون موقعیت خودش را اون فضای معنوی که انسان وقتی میره برای اولین بار چشمش میفته ناخداغا تحت تاثیر عجیبی قرار میگیره و یا در غار حرا خب غار هرا یک درست وقتی انسان اونجا میره بالا در غار حرا یاد از پیامبر اعظم میشه و همینطور نقاط دیگری لحظاتی که, که با, با همه برد. زرق و برق فضای معنوی همچنان در مکه در مدینه فضای معنوی موج میزنه وقتی که تو برگشتی چون اونجا یک عمل فشرده هست برد. شاید فرصت فکر کردن نباشت. برای انسان نباشه وقتی برگشتی فضای معنوی مکه و مدینه را باید رویش فکر بکنی و این فضای معنوی را فکر کردن سبب میشود که دستاورت هایی که عرض شد درست. اون دستاورت ها را تو بهتر بتوانی اون برکات کنید. را بهتر بتوانی حفظ بکنی بله بسیار تشکر باز وقفه داریم و برمیگردیم باز ادامه بحث خدمت شما ادامه این راهکارها را حتما باز میشنویم میشن. میبینیم میان برنامه بسیار مثبت 964 780 255 40 ده شماره واتساپی و تلگرامی ما هست که از این طریق میتونید شما بینندگان عزیز و گرامی با ما مرتبط شوید هر نوع نقد و نظر و سوالی اگر هست درباره برنامه های تلویزیون جهانی هادی برنامه به وقت بیداری مخصوصا این برنامه ما مشتاق هستیم و میشنویم اجازه بدین که برگردیم خدمت کارشناس محترم و ادامه گفتگو درباره راهکارهای فکری و معنوی حفظ دستاوردها و برکات حج داشتین صحبت میکرده جناب بله همون گونه که عرض بله، راهکار فکری و معنوی. معنوی که باید انسان فکر بکنه که دستاوردهایی که به دست آمده بله چگونه باید ما این برکات حفظ بکنیم عرض شد یک سری مطالب یاداوری فضای معنوی حج بود که خیلی مؤثره در حفظ برکات حج ششمین مورد توجه و تفکر به قول و قرارهایی که در مکه و مدینه با خدا آدم میگذاره انسان ها انجام میده خب خیلی ها عزیزانی که در منازلشان در شهرشان فرصت دعا خواندن را ندارد فرصت قرآن تلاوت کردن را ندارد فرصت نماز شب را ندارد در اونجا این فرصت ها فراهم هست فراهم هست و بعد قول و قرارهای با خدا میبنده انسان های مؤمن حاجی خدایا دیگر دست از تهمت زدن کینه و عداوت دشمنی با برادر دینی بر می دارم. مال مردم نمی خورم. استغفار می کنیم توبه می کنیم خب همه حاجی ها دیگه می دانن. در حقیقت قول و قراری را حاجی با خدایش میبنده وقتی بر می گرده دیگه اون قول و قراره فراموش فراموش نکنه. فراموش نکنه. اگر اون قول و قرار رویش فکر بکنه که چی قول و قراری با عرض کردم که این راهکار فکریه بله. روی اون قول و قرارها فکر بکنه فقط که با خدا چی قول و قرار بستم اگر در یک محفل مشغول غیبت بلا فاصله فکر بکنه که خب با خدا قرار بستم که غیبت نکنم تهمت نزنم دروغ نگویم مال مردم نخورم اینها بسیار مهمه که بیادی قول و قرار خودش باشد و رویش فکر بکنه و اما راهکار عملی که عملا ما چه کارهایی را انجام بدیم که این دستاوردی و این برکاتی که در طول این سفر در طول این سفر در طول این سفر پر محتوا و معنویت به دست ما آمده است و دستاوردی که داشتیم اینا حفظ شود راهکار عملیش چیه یکی از راهکارهای عملی مهار و مدیریت دلبستگی به دنیای خواهی نخواهی خب دیگه همه ما و شما بشر معصوم هم که نیستیم بله. دلبستگی به دنیا هم که هست الا ماشاءالله در وجود همه ما هر که بگه دلبستگی به دنیا نیستیم دروغ گفته بله. حالا این دلبستگی ما را تحت تاثیر خود قرار ندهد که دست از همه چیز برداریم متاسفانه گاهن این گونه می شود که دنیاگرایی دلبستگی به دنیا خیلی از چیزها را از ما می گیرد خمس نمی دهیم به دلیل اینکه دلبسته شیری... نمیکنه زکات نمیدهیم برای که دلبسته به دنیاییم انفاق نمی به خاطری که دلبسته به دنیاییم دیگه میگه اگر بدیم ممکنه فردا زن و بچه شده. من گرس بماند این دلبستگی به دنیا خب این دلبستگی به دنیا رو اگر مدیریت نکنیم در عمل مهار نکنیم مدیریت نکنیم حج ما را خیلی زود کمرنگ مکنیم. کنه و بین ما و خدای ما بالاخره فاصله ممکنه مردم سالیان سال ما را حاجی بگه ولی اگر دلبستگی به دنیا را ما مدیریت نکنیم حج ما را بین ما و خدای ما کم رنگ میکنه پس راهکارش اینه که اگر بخوایی تو برکات حج برایت محفوظ بمانه دلبستگی به دنیا را باید چی کنیم؟ مدیریت مدیریت بکنیم و مهار کنیم توجه بیشتر به معنویت بعد از حج به چی صورت؟ یعنی وقتی تو برگشتی از حج خود در حج یک دوره تمرین معنویت کرده مثلا نماز قضایی خوانده نماز شب خوانده دعا خوانده نماز اول وقت نماز اول وقت خوانده خود نماز اول وقت خیلی مهمه این توجه به معنویت در زندگی توجهی به ما... خب الان خیلی چیزا هست که جنبه مادی داره خیلی چیزا هست که جنبه معنوی داره دیگه با. در همین تقسیم بندی زندگی ما بر همین دو دسته تقسیم میشه یا مادی یا معنوی بالاخره خب بل... ما ماجونی از هر دو تایم هم معنوی و هم ما هم جسمیم هم روحیم احسن و تلاش بکنیم که اون بعد معنوی یه زندگی را ما تقویت کنیم تقویت بکنیم توجه بیشتر به بعد معنوی داشته باشیم بعد معنوی خیلی از مسائل شامل میشه دعا خواندن و سله رحم کردن بعد معنویه تنها عبادت نماز و روزه که واجب اون بل. بسیاری از چیزهایی است که یتیم نوازی سله رحیم خیلی از این موارد هست که اون چی که جنبه معنوی دارد را ما در زندگی پس از حج ما تقویت بکنیم که راهکار عملیه اجتناب از گناهان و توبه و بازگشت این توجه بکنیم که توبهی که شده استغفاری که در ایام حج ما انجام دادیم دیگه این ادامه بدیم خب انسان همواره دارای لغزشه هر باری که اول تلاش کنیم که مهار کنیم اگر پای ما لغزید دیگه نگیم دیگه الان دیگه حج رفت اینطوری نگیم دیگه کار از کار تمام شد ناامید بس... نشویم ناامید نشویم توبه و استغفار بلا فاصله لغزشی اگر در زندگی ما در عمل ما پیدا شد بلا فاصله رو بیاوریم به چی؟ به استغفار و توبه در این صورت اون چیه که در حج به دست آوردیم که ممکنه یک مقدار کمرنگ شده بود او رو دوباره ممکنه به دست بیاریم با توبه و استغفار؟ صد درصد توبه و استغفار در قرآن کریم هست که خداوند دو چیز را امان امت قرار داده امان از آتش جهنم یک وجود فیزیکی پیامبر و یکم استغفار خب وجود فیزیکی پیامبر که از دنیا رفته اما استغفار همچنان این فرصت تلایی همواره برای انسان هست که باید اگر لغزش کردیم که قطعا ما در معرض خطر هستیم بله. در معرض لغزش هستیم چیکار بکنیم اگر لغزش پیدا شد نگم دیگه سقوط کردیم حج ما تمام شد یعنی ناامید نشویم ناامید نشویم بلا فاصله طلب استغفار بکنیم توبه بکنیم و اصلاح کنیم خود آره خود اصلاح بکنیم این بود عملی کار هست بله توجه به اوامر و نواهی الهی در زندگی و روابط درست. فردی و اجتماعی کمتر از صدقه فرصت هست جناب بله بحث و مدیریت بفرمایید به اوامر و نواهی الهی چی در بود فردی و چی در بود اجتماعی و جمعی ما باید توجه بکنیم یعنی بنده خوب خدا باشیم عوامر الهی و نه ببینیم خداوند یک سری چیزها را امر کرده و یک سری چیزها را, را نه کرده, کرده. همواره ما مقید به این مسئله باشیم یعنی برای یک حاجی عرض می کنم. البته برای همه ما بره. ضروری هست در زندگی که عوامر و نواهی الهی را بهش کاملا توجه بکنیم درست یعنی خط قرمز ما در زندگی چی باشد؟ امر و نهی خداوند باشد. امر نهی خداوند باشه اوامر الهی و نواهی الهی اینم برای یک حاجه بازگشته از حج برای حفظ دستاوردهایش بسیار مهمه بله مهار نفس و کنترل ذهن و فکر گاه گناه گناه فکری و ذهنی هست من در ذهنم در فکرم با تو دشمنی دارم باید این ذهن باید پاک بسازیم صفای باطن را همچنان حفظ بکنیم نفس را مهار بکنیم ممکنه هم. که یک کسی رو در رو چیزی با طرف نگه اما کینه عمیقی از طرف داشته باشه خوب باید دروز. ذهن انسان صاف بکنه فکر باید صاف بکنه مهار بکنیم ذهنیت های غلط را نسبت به همدیگر اصلاح بکنیم حسن نظر و حسن زن نسبت به همدیگر داشته, هم داشته باشیم نه سوی زن دروز. با ذهنیت با دیگران رفتار نکنیم رفتار نکنیم بله. و قطعا اگر چنین کاری انجام بدیم مهار فکر و ذهن به اصطلاح یکی از راهکارهای حفظ دستاورد حج هست کمتر از یک دقیقه اگر نکته آخر رو بفرمایید بله. همین نکته آخر مراقب دائمی از خود مراقبت دائمی از خود. همیشه مراقبت بکنیم که این در گرانبه که ما به دست آوردیم بله. از دست ما نیفته به سادگی مفقود نشوه, نشوه. دزد به نام شیطان این گوهری گرانبه ها را از ما نرو باید نرو باید و دزدی نکنه بله بسیار سباز هستیم و نکات بسیار ارزنده و راهکارهای بسیار ارزشمندی استفاده اشاره فرمودید امیدواریم که خداوند و او دست از بینندگان عزیز ما و مسلمانان و امت اسلام این توفیق داده که به این سفر مشرف شوند و حاجی شوند بتوانند که این برکات را با این روش ها که در امشب گفته شد حفظ کنند و برای خودم و همه کسایی که هنوز مشرف نشدن و آرزوی تشرف به این سفر معنوی و پربار را داره از خداوند درخواست میکنم که سفر به همه ای ما عنایت بفرماید همراه با کارشناس محترم جناب حجت الاسلام المسلمین فسی غزنوی شب خوب و خوش و آرامی را برایتون آرزو میکنم خدایا رو نگهدارتان باشه